اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرده مقامات آلمان با احزاب کرد مخالف در اقلیم کردستان عراق دیدار کردند و به گفته او قول و قرارهایی گذاشتند. وزیر اطلاعات حکومت ایران بدون ارائه جزئیات در گفتگو با روزنامه ایران تهدید کرده که این اقدام آلمان بی پاسخ نمیمونه. احزاب کرد این ادعا رو به کلی رد کردند. روزنامه ایران احزاب کرد ایران و حتی حزب دموکرات کردستان عراق رو به همکاری با اسرائیل برای ایجاد آشوب در داخل ایران متهم کرده. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی احزاب کرد مخالف و حتی اقلیم کردستان رو به دست داشتن در اعتراضات ضد حکومتی در ایران متهم میکنه. اوایل هفته محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدای سپاه پاسداران هم تهدید کرد که اقلیم کردستان هزینه حضور احزاب کرد و نیروهای آمریکایی رو خواهد پرداخت. احزاب کرد هر گونه فعالیت نظامی علیه ایران رو رد میکنند و میگن اقدامات اونها فقط سیاسی است. پس از شروع اعتراضات ضد حکومتی در ایران سپاه پاسداران 4 بار مواضع احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق رو هدف قرار داد. دست کم 18 تن از جمله چند زن و کودک در این حملات کشته و ده‌ها تن هم مجروح شدند. پس از این حملات عراق اعلام کرد برای جلوگیری از حملات ایران و ترکیه نیروهای مرزبانی رو در مرزهای خود با این دو کشور مستقر میکنه. ارتش عراق سه‌شنبه اعلام کرد 3000 نفر رو برای این امر استخدام میکنه. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق هم چهارشنبه بار دیگر اعلام کرد که اجازه نمیدن از خاک عراق کشورهای همسایه تهدید بشه. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.